میانگین نمره حسین در 3 درس 17.5 و مجموع نمره های او در 2 درس دیگر 36.5 شده است. معدل یا میانگین نمرات او در این 5 درس برابر چیست؟ این سوال بسیار قشنگه. تو بحث میانگین و معدل قشنگ دقت کنید ببینید چجوری باید حل کرد. شما میای اولین سوال میپرسی آقا داره راجع به میانگین صحبت میکنه، ولی شما از میانگین یه فرمول به ما گفتی. چی بود فرمول ما؟ ما اومدیم گفتیم میانگین میشه جمع تقسیم بر تعداد. خب الان اینجا به من چی گفته؟ گفته میانگین نمره حسین در 3 درس شده 17.5. خب منم به ترتیب پا به پای سوال اون چیزی که خواسته میرم جلو، میگم آقا میانگینش مگه 17.5 نشده؟ جای میانگین میذارم 17.5. 3 درس مگه نبوده؟ جای تعداد میذارم 3. ببینم جمع 3 تا درسش چقدر شده. من حالا میخوام برعکس کار کنم. قبلا میانگینو به دست میآوردم، حالا میخوام از میانگین جمعشو به دست بیارم، ببینم جمع 3 تا درسش چه برابر با چه عددی میشه. خب اینجا باید چیکار کنم بچه ها؟ تو این حالت باید 3 و ضرب در 17.5 بکنی تا جمعش به دست بیاد. 3 و ضرب در 17.5 بکنی به عدد 52.5 میرسی. یعنی چی؟ یعنی جمع 3 تا درس حسین جمع شده 52.5. خب حالا چی میگه در ادامه؟ میگه 2 تا درس دیگه هم داشته که جمع شده 36.5. بچه سوال، آیا من جمع 5 تا درسشو میتونم بگم؟ ببین یه 3 تا درس اینجا داشته، یه 2 تا درس اینجا داشته، جمع 3 تا درسشو دارم، جمع 2 تا درسش هم دارم، میتونم جمع 5 تا درسشو بگم؟ بله. این دوتا رو اگه جمع کنم جمع 5 تا درسشو به من میده. چی میخواد از من؟ میانگین اون 5 تا رو میخواد. میگم اشکال نداره، میانگین میشه جمع 5 تا درس، یعنی 52.5 که به دست آوردم واسه 3 تا درس، 36.5 هم که واسه 2 تا درس گفتی جمعش میشه 36.5. جمع میکنم، جمع 5 تا درس رو به من میده 89 تقسیم بر تعداد. تعداد دیگه نه اینجا، نه 3 نه 2، چند پس 5 تا درس، یعنی مجموع تمام این دروس 5 تا درسه. پس جمعشون رو تقسیم برای 5 میکنم. با این نکته که حتما میتونید تشخیص بدید این عدد کسری رو چجوری به اعشار تبدیل کنیم، مخرج 5 رو به 10 تبدیل میکنیم، یعنی 5 رو ضرب در 2 میکنیم، 89 هم ضرب در 2 میکنیم، میشه 178 دهم، که چون دهمه به صورت اعشاری میشه 17.8 دهم و جواب ما برابر با گزینه 1 میشه 17.8 دهم. درست شد؟ بریم سراغ سوال بعدی. اگر عددی را بر 125,000 تقسیم کنیم مانند این است که 1. عدد را بر 8 تقسیم کنیم، 2. عدد را در 1/8 ضرب کنیم، 3. عدد را در 8 ضرب کنیم، 4. گزینه 1 و 2. خب از اینجور سوال های مفهومی بسیار تکرار میشه و بسیار از بچه ها پرسیده میشه، ولی اغلب بچه ها تو حل این سوالات با مشکل مواجه میشن. باید چی کار کرد تا بتونیم این سوال حل بکنیم؟ ببینیم چی داره میگه. میگه آقا یه عدد داریم، یه عدد، هر عددی میتونی تو این جای خالی قرار بگیره، تقسیم بر 125,000 کردیم. میگه اگر بر 125,000 تقسیم کنیم، میگه چه اتفاقی میفته؟ من چی کار میکنم؟ به جایی که این عددمو در حالت اعشاری نگه دارم، تبدیلش میکنم به کسری. چرا؟ چون اینجا گزینه‌ای هم که داده به کسر نزدیکتره، یعنی من باید کسری بکنم تا ببینم چه اتفاقی میفته. اصلا گزینه اعشاری به من نداده که مثلا ضرب در 2/10 شد و این، همه کسری و اعداد صحیحه. تبدیل میکنم به کسری ببینم چه اتفاقی میفته. میگم هر عددی اگه تقسیم بر 125,000 بشه، یعنی تقسیم بر 1/8 شده. آقا چه جوری 125,000 تقسیم بر 1/8 شد؟ 125,000 رو رو کاغذ بنویسید، 125 تو صورت، 1000 تو مخرج. 125,000 ساده بکنید، صورت رو با مخرج ساده کنید، به کسر 1/8 میرسید. حالا یه عدد تقسیم بر 1/8 بچه‌ها چه اتفاقی میفته؟ یعنی همون عدد ضرب در معکوس کسر دوم، 8/1. درسته تو قوانین کسرا داشتیم. خب یعنی اون عدد ضرب در 8. حالا ببینیم کدوم گزینه ما میشه. میگه اگه یه عددیو تقسیم بر 125,000 بکنیم، یعنی چی؟ یعنی اون عدد رو ضرب در 8 کردیم. ببینیم داریم تو گزینه‌ها؟ ببینیم بله، گزینه 3 ما همینو گفته، عدد را در 3 در 8 ضرب بکنیم. یعنی دقیقاً گزینه 3 ما برابر با اون اتفاقیه که تو اینجا افتاده و درست اشاره کرده. پس جواب درست ما میشه گزینه 3. بریم سراغ سوال بعد. کدام گزینه با 150 دقیقه برابر است؟ خب این سوال هم از اون سوالایی که خیلی مطرح میشه. بچه‌ها 150 دقیقه رو میخوان به صورت اعشاری بنویسن، میگن خب 150 دقیقه که لابد یا گزینه 1 میشه 1.50، یا گزینه 2 میشه 150,000، حالا یا نهایتا گزینه 3 میشه 1.15، گزینه 4 اصلا نمیشه چون 2.5 اصلا شبیه 150 نیست. گرچه اصلا این اشتباس، این تفکر اشتباس.
نباید شبیهش باشه. پس باید چجوری حل بکنیم؟ بچه واحد تبدیل دقیقه به ساعت چیه؟ هر ساعت چند دقیقه است؟ 60 دقیقه است. پس 150 دقیقه میشه چند ساعت؟ میگیم 150 دقیقه را اگه بخوایم به ساعت تبدیل کنیم میگیم 150 تقسیم بر 60، چون هر یه ساعت 60 دقیقه است. حالا اگه این تقسیم رو انجام بدیم میشه عدد مخلوطمون چی؟ 2 و 30/60. این کار رو حرکت رو تو خونه انجام بدید، مثال حل بکنید، 150 تقسیم بر 60 به صورت عدد مخلوط میشه 2 و 30/60، درسته؟ حالا 2 و 30/60 30 و با 60 اگه ساده بکنیم میشه 5/10، اگه به 6 ساده بکنیم 5، 60 هم به 6 ساده بکنیم میشه 10. 2 و 5/10 اگه بخوایم به صورت اعشاری بنویسیم چجوری می‌نویسیم؟ می‌نویسیم 2 و 5/10. یعنی گزینه چند؟ یعنی دقیقاً همون گزینه 4ی که هیچکس فکرش هم نمی‌کرد. بنابراین برای تبدیل دقیقه به عدد اعشاری باید تقسیم بکنیم بر واحد شاخصی که داره، هر یک ساعت 60 دقیقه است. پس باید تبدیل کنیم به 60. درسته؟ 150 رو تقسیم می‌کنیم به 60 عدد مخلوط و بعدش عدد اعشاری که جواب صحیح ما رو میده برابر با گزینه شماره 4. سوال بعد، عدد 21/100 بین کدام دو عدد زیر قرار دارد؟ خب باید گزینه به گزینه این سوال رو حل بکنیم. بریم سراغ گزینه 1. نگاه کنید، گزینه 1 ما میگه بین 5/10 و 1/4 من دونه دونه اینا رو تبدیل کردم. 5/10 رو نوشتم 50/100 و 1/4 هم که میشه 25/100. اما توضیح بچه، 1/4 که میشه 25/100، آیا کسی هست مشکل داشته باشه؟ اگه مشکل دارید این توضیح منو گوش کنید. 1/4 که یه عدد کسریه، چجوری به عدد اعشاری تبدیل میشه؟ کافیه مخرجش رو ضرب در 25 کنم، صورتم ضرب در 25 کنم. 4 ضرب در 25 میشه 100، 1 ضرب در 25 هم میشه 25، میشه 25/100. دقیقاً همین عبارت میشه. اما چرا 5/10 من نوشتم 50/100؟ به خاطر اینه که من اگر ببینید یکی از اعدادم دو رقم اعشار داره، 25/100، اینجا 5/10 واسه خود من یه خورده سخت بود. بخوام ببینم بین 25/100 و 5/10 چه عددی قرار داره، برای من سخته. بنابراین باید جفت عددام توی یه رقم اعشار داشت، مرتبه اعشارشون یکی باشه. اگه این صدمه اینم صدم باشه، برای همین من یه صفر جلوی اعشارش اضافه کردم. برای اضافه کردن صفر جلوی اعشارم مشکلی ندارم، هیچ اشکالی نداره ما صفر اضافه کنیم. پس میشه بین 25 و 50. آیا عدد 21/100 بین 25/100 و 50/100 قرار داره؟ یا به عبارت بهتر، این که واحدش صدمه، اینم صدمه، اینم صدمه، آیا 21 بین 25 و 50 قرار داره؟ نه، 21 بین 25 و 50 نیست، قبل از 25، درسته؟ پس گزینه 1 ما غلط. بریم سراغ گزینه 2. میام 3/4 رو می‌نویسم 75/100، نیمم یعنی 5/10 هم می‌نویسم 50/100. چرا؟ 3/4 همونجوری که اشاره کردم، 4 ضرب در 25، 3 هم ضرب در 25، به من میده 75/100. حالا که این صدمه، بذار 5/10 هم تبدیل کنم به صدم، یعنی یه صرف جلوش قرار بدم که بشه 50/100. حالا بین 75/100 و 50/100 آیا 21 بین 50 و 75؟ نه، خیلی فاصله داره. بین 50 و 75 چه عددیه؟ 60 هست، 61 هست، 63 هست، ولی 21 نیست. اصلا 21 بین این دو تا عدد قرار نداره. پس گزینه 2 منم غلطه. بریم سراغ گزینه 3. یکیشو اعشاری داده 25/100، یکی دیگه شو داده 1/5. 1/5 چجوری تبدیل میکنم به عدد اعشاری؟ میام مخرجو ضرب در 20 میکنم، صورتم ضرب در 20 میکنم. 5 ضرب در 20 میشه 100، 1 ضرب در 20 میشه 20. یعنی یکی از اعداد من میشه 20/100، یکی از اعداد من میشه 25/100. حالا آیا 21 بین 20 و 25 قرار داره؟ بله. 20 و 25 آیا 21 بینشه؟ بله. 21 22 23 24 اینا همه بین 20 و 25 قرار داره. پس دقیقاً گزینه درست رو داره اشاره میکنه، 21/100 بین این دو تا عدد قرار داره. گزینه 3 من درسته. حالا گزینه 4 هم میتونیم یه چک بکنیم. 1/5 اشاره کردیم میشه 20/100، 1/10 هم می‌نویسم 10/100. جفتشون رو دو رقم اعشار واسش قائل شدم، یعنی جفتشون رو به صدم نوشتم. عدد منم 21/100، اینطوری راحت‌ترم. آیا 21 بین 10 و 20 قرار داره؟ نه، بین 10 و 20 قرار نداره، 21 بعد از 20 قرار داره. پس گزینه شماره 4 منم غلطه. پاسخ صحیح میشه گزینه شماره 3. نکته مهم تو این سوال اینه که 1 عدد کسری رو بتونیم به عدد اعشاری تبدیل بکنیم، و 2 عدد اعشاری که حالا میخوایم بررسی بکنیم مرتبهش یکی باشه، یعنی جفتش یا صدم باشه یا جفتش هزارم باشه یا جفتش دهم باشه. حالا بهتر اینه که با توجه به اینکه سوال ما 21/100، مرتبه سوال ما صدمه، خیلی بهتره که ما هم گزینه‌ای که اینجا برای خودمون
اصلاحش کردیم همه رو به صدم بنویسیم، 20 صدم، 25 صدم، 10 صدم، 20 صدم، نگاه کنید 75 صدم، همه رو به صدم نوشتم که اون وقت حالا به راحتی میتونم بگم 21 بین کدوم تا هدف قرار داره. درست شد؟ خب بریم سراغ سوال بعدی. مجموع دو عدد 21.3 و اختلاف آنها 12.7 می باشد، عدد بزرگتر کدام است؟ بچه‌هایی که قسمت‌های قبلی رو، فصل‌های خیلی قبل‌تر رو مشاهده کردن میتونن جواب این سوالو به راحتی بدن. اگه مجموع دو تا عدد داشته باشیم، تفاضل دو تا عدد هم داشته باشیم، آیا عدد بزرگتر رو میتونیم به دست بیاریم؟ بله، یه فرمول داشت. چی بود فرمولش؟ عدد بزرگتر میشه مجموع به اضافه تفاضل تقسیم بر دو. اینو ما قبلا اشاره کردیم. حالا مجموعش 21.3، تفاضلش 12.7، این دوتا رو با هم جمع میکنم، تقسیم بر دو میکنم، جمع این دوتا عدد برابر با 34 میشه، 34 تقسیم بر دو برابر با 17 میشه. گزینه شماره 2 من جواب درست رو داره به من میده. به راحتی تونستیم این سوال رو هم جواب بدیم.